به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام مجدد تقدیم میکنم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که در تمام عرصه زندگیتان خوشحال و سربلند باشید. خب دوستان نهایت عزیز، بیننده های محترم، ما و شما در درس گذشته خود راجع به معادلات سه مچوله درجه اول صحبت کردیم و معادله سه مچوله درجه اول حل کردیم و به ارتباط موضوع قبلی یا موضوع درس گذشته ما و شما درس امروزی خود ادامه میدیم و شروع میکنیم که درس امروزی ما و شما از توابع شروع میشه. ما و شما در قسمت های قبلی ما و شما معادلات خواندیم و حل معادلات به طریق گوناگون خواندیم و حل کردیم و حال ما و شما خود توابع را میخوانیم که توابع چی است. البته با کلمه خود تابع یا توابع یا فنکشن ما شما آشنایی کامل داریم که زیادتر ما شما در زندگی روزمره هم از کلمه تابع یا توابع استفاده میکنیم، حتی در زندگی روزمره خود، حتی در زندگی عادی ما شما از خود کلمه تابع زیادتر استفاده میکنیم. خب اگر ما خواسته باشیم که خود تابع را یا توابع را تعریف کنیم، میگه تابع یک افاده الجبری است که به وسیله آن مقادیر یک متغیر وابسته توسط مقادیر یک یا چند متغیر مستقل تعیین می شود. یا به عبارت دیگر، اگر ما و شما خواسته باشیم که از نظر الجبری یا از نظر ریاضیکی ما و شما خواسته باشیم او را تعریف کنیم، چه قسم می تانیم که تابع را تعریف کنیم؟ فرضاً اگر ما و شما ست A و ست B داشته باشیم و موضوع هم از چی؟ تابع. اگر ما شما دو ست داشته باشیم، میگه که هرگاه رابطه بین دو ست طوری باشه که هر عنصر ست اولی یا ست A محض یا تنها یک رابطه با عنصر ست دومی یا ست B داشته باشه، پس این را به نام تابع یاد میکنه. درست است؟ اگر ما شما خود تابع را میتونیم که در یک دیاگرام برتان نشان بدیم، مثلا اگر ما شما داشته باشیم 1 2 3 یه ست A باشه و یه هم B باشه، پس ما شما و یه دو ست با هم دیگر چی داره؟ رابطه داره. اگر فرضاً این باشه A B C، پس هر عنصر ازی تنها یک رابطه با عنصر ست دی چی داره؟ عنصر ست دومی داره. پس در صورت ایره بنامی چی یاد میکنه؟ بنامی تابع یاد میکنه. و یا اگر ما شما داشته باشیم که دو ست داشته باشیم، ست A و ست B، این باشه 1 2 3، پس در این صورت ما داشته باشیم که اینجا باشه فرضاً X Y Z و همچنان B، پس در این صورت ببینین این عدد در اینجا یک عنصر ما با دو عنصر ست دومی چی داره؟ ارتباط داره. پس در این صورت ای ما و شما میتونیم که بگوییم یک رابطه هست اما تابع شده نمیتونه، این تابع نیست اما این تابع شده میتونه. و یا اگر ما و شما داشته باشیم که ست A باشه و یه هم ست B باشه، فرضاً اینجا باشه 1 2 3، اینجا باشه A و B، ای با ای ارتباط داره، این هم با ای ارتباط داره، ای هم با ای ارتباط. پس در این صورت این هم میتونه چی است؟ یک تابع شده، یک تابع را بر ما و شما نشان میده، بخاطر از اینکه این از هر عنصر ست اولی صرف یک رابطه با عنصر ست دومی داره. خب این میتونه که عنصر ست B میتونه که دو رابطه با عنصر ست اولی داشته باشه، اما ست اولی نمیتونه که دو رابطه با عنصر ست دومی داشته باشه. پس در این صورت میتونیم که اینی دو تا رو بگوییم تابع هست اما در اینجا اینی شکل یک تابع رو بر ما و شما نشان نمیده، بلکه یک رابطه هست اما تابع نیست. خب و همچنان ما و شما میتونیم که خود تابع رو به شکل y مساوی به fx نشان بدیم. شکل عمومی یک تابع هست، y مساوی به چی است؟ y مساوی به fx میتونیم به y نشان بدیم، میتونیم به fx نشان بدیم، این تابع ما به x نشان بدیم. حالا میرسیم سر انواع تابع. خب که خود تابع به چند نوع است؟ گرچه خود تابع که از انواع مختلف داره و خیلی انواع زیاد داره خود تابع، ما شما در این بحث خود به دو قسم تابع
با بحث دو قسم تابع میپردازیم، یک تابع خطی است و دیگر تابع چی است؟ غیر خطی است. حالا باید با شما تابع خطی و غیر خطی را بشناسیم که تابع خطی چی است و یا تابع غیر خطی چی است. میگه تابع خطی عبارت از تابعی است که دارای یک متحول مستقل و متحول وابسته است. صرف یک متحول مستقل داره و یک متحول وابسته داره. البته درجه متحول مستقلش هم چند است؟ یک است. پس وقتی که درجه متحول مستقلش یک باشه، پس دوست دوره به نام تابع خطی یاد میکنه. چرا تابع خطی یاد میکنه؟ به خاطر از یک وقتی که ما شما گراف از رو رسم کنیم، گراف از او قسم تابع شکل یک خط مستقیم به خود میگیره. پس دوست دوره به او صورت به نام تابع خطی یاد میکنه. خب که ما شما میتونیم که به صورت عموم یک تابع خطی را چه قسم نمایش داده میتونیم؟ به این قسم نشان داده میتونیم. خب fx مساوی است با ax مثبت b. این شکل عمومی یک تابع چی است؟ خطی است. یا y مساوی با ax مثبت b، درست است؟ پس در این صورت چون fx مساوی با ax مثبت b و y مساوی با ax مثبت b هست، چون طرف راست مساوات با هم دیگر مساوی است، پس در این صورت ما میتونیم نشته کنیم که y مساوی با چی است؟ y مساوی با fx است. خب این تابع چی شد؟ تابع خطی شد. خب ما شما یک مثال در خود تابع خطی در نظر میگیریم و چطور میتونیم که در یک تابع خطی گراف تابع خطی را ما شما رسم کنیم. خب در مثال است که اینجا مثال گفته که مثال یک، گراف تابع خطی زل را ترسیم نمایید. گراف تابع خطی زل را ترسیم نمایید. خب تابع هم از وای مساوی می شود 16 منفی 4 اکس. خودش یک تابع خطی هست. چرا تابع خطی هست؟ بخاطر از که ما و شما یک متحول داریم که متحول ما x است و یک تابع داریم که عبارت از y است، که در اینجا x به نام متحول مستقل و y به نام متحول وابسته میگم. چرا ما این را متحول مستقل میگیم و چرا متحول وابسته میگیم؟ به خاطر از اینکه ما شما برای x هر قیمت را که وضع کنیم، مجبور و مکلف است که قیمت y به خود یک قیمت به خود بگیره. پس در این صورت یعنی هر گپ را که با x میگه باید y چی کنه؟ قبول کنه. پس به این خاطر این مستقل است، میتونه هر قیمت را به خود بگیره. اما ای وای که است متحول وابسته است، به خاطر از که تا که برای x یک قیمت داده نشده ای برای خود یک قیمت گرفته نمیتونه. به این خاطر این تابع شد که متحول وابسته میگه و ایام x چی شد؟ خود x متحول مستقل شد. حالا به خاطر ترسیم نمودن از این گراف، ما شما یک جدول تشکیل میتیم، بر x قیمت میتیم، بر y قیمت پیدا میشه. خب اگر ما شما این x در نظر بگیریم و این y در نظر بگیریم، خب بر x قیمت میتیم، به طور مثال بر x قیمت میتیم 4 میتونم. خب به صورت دلخواه بر x قیمت عوض کنیم و قیمت را طور ما شما عوض میکنیم که به مبدأ کمیت وضعیت چی باشه؟ نزدیک باشه. وقتی که x 4 قیمت دادیم، پس در اینجا نشته میکنیم که y مساوی میشه با 16 منفی 4 ضرب 4. پس y مساوی میشه با 16 خودش 4 ضرب 4 16. پس y مساوی میشه با 16 منفی 16 چی میشه؟ 0 میمونه. پس وقتی که x 4 قیمت دادیم y مساوی با چند شد؟ 0 شد. اگر ما شما چرا x 5 قیمت بدیم، چند قیمت بدیم؟ 5. قیمت y پیدا میکنیم، y مساوی میشه با 16 منفی 4 ضرب 5. پس از اینجا y مساوی میشه با 16 خودش 4 ضرب 5 میشه 20. پس y مساوی میشه با وقتی که 16 را از منفی 20 کم کنیم، منفی 4 باقی میمونه. پس قیمت از این چند شد؟ منفی 4. ببینید دوستا، به خاطر ترسیم نمودن گراف تابع خطی برای ما و شما ضروری است فقط صرف دو نقطه را پیدا کنیم، که در اینجا یک نقطه را پیدا کردیم که عبارت از x ما 4 شد و y ما چند شد؟ 0 شد. و دیگه نقطه اش x ما 5 شد و y ما چند شد؟ منفی 4 شد. پس ما شما اینمی دو نقطه را در قدم اول روی سیستم کمیت وضعیه
دریافت میکنیم، بعد از این دو نقطه را که با همدیگر وصل کردیم و این را امتداد میتیم، هر خطی که تشکیل شد این عبارت از چی است؟ گراف خط تابع خطی است. اول این محور وای است، بعد از این محور ایکس هم رسم میکنیم، این محور ایکس است و این هم محور وای است. پس این را به نام سیستم کمیت وضعی قایم یاد میکنن، محور X و این محور Y در مجموع کل از اینا رو به نام سیستم چی است؟ سیستم مختصات قایم باز میکنم یاد میکنم. خب ما و شما اول X ما چند است؟ مثبت 4 است. X مثبت 4 باید در خب میبینیم اینی مبدأ کمیت وضعی است که از صفر شروع میشه، از صفر به طرف راست مثبت، از صفر به طرف بالا مثبت، از صفر به طرف چپ منفی و از صفر به طرف پایین هم چی است؟ منفی است. خب اول این را میبینیم که یک است، یک شد و یه هم دو و یه دیگه شم چند؟ سه و یه هم چند؟ چار و یه هم پنج. خب یه دامه داره دیگه، یه هم چند میشه؟ شش میشه. خب همچنان منفی چار هم داریم در اینجا. خب این منفی یک هست، منفی دو هست، خب و یه هم یک، یه دو، یه هم سه به طرف بالا، این به طرف پایین میشه منفی یک، منفی دو، منفی سه، یا منفی چار، یا منفی پنج، به همین صورت به طرف پایین ادامه داره. خب حالا چطور میتونیم که این دو نقطه رو وصل کنیم؟ میبینیم ایکس ما چار است و ما صفر است، پس در صورت یک نقطه ما در این قسمت موقع داره و دیگهش از x ما 5 و y ما چند است؟ منفی 4. x 5 و y ما منفی 4. پس از این نقطه به طرف پایان و یه منفی 4 است به یه طرف راست. یک خط موازی با محور x و یک خط موازی با محور y رسم میکنیم. میبینیم در این نقطه یک دیگه خط چی میکنه؟ قطع میکنه. پس در اینجا اینی نقطه عبارت از 4 و 0 شد. این نقطه چند شد؟ 4 و 0. و این نقطه چند شد؟ 5 منفی 4. این دو نقطه رو ما شما در روی سیستم کمیت وضعی قایم چیکار کردیم؟ دریافت کردیم. حالا این دو نقطه رو وقتی که با همدیگر رو وصل کنیم، بعد از او امتداد بدیم، اینجا یک خط مستقیم تشکیل میشه. چی است؟ یک خط مستقیم. پس در این صورت این گراف تابع چی است؟ وای مساوی به 16 منفی 4. ایکس ما میتونیم که گراف تابع خط مستقیم به این صورت چیکار کنیم؟ رسم کنیم. اول دو نقطه را رسم میکنیم در اینجا، بعد از همین دو نقطه را که وصل کردیم باز بعد از اون امتداد میتیم، پس در این صورت خط مستقیمی که در اینجا تشکیل میشه، یعنی خط مستقیم عبارت از چی است؟ گراف از تابع است، گراف تابع خطی است، یعنی خط مستقیم. خب ما شما گراف خط مستقیم هم فهمیدیم که چگونه رسم میشه. اول برای x قیمت میتیم، برای y قیمت پیدا میشه، یعنی دو قیمت برای x میتیم، دو قیمت برای y پیدا شوه که دو نقطه را تشکیل میده. وقتی دو نقطه را در روی سیستم کمیت وضعی قایم ترسیم میکنیم و این دو نقطه را با هم دیگر وصل میکنیم و بعد از اون وقتی که امتداد بدیم، باز در صورت یک خط مستقیم تشکیل میشه و اون خط مستقیم عبارت از چی است؟ گراف تابع خط مستقیم است. خب دوستان عزیز، درس امروزی ما شما به همین جا به پایان میرسد. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.